سلام دوستان، من مهرداد هستم. مرسی که دوباره همراه من هستید. امروز میخواییم با همدیگه در مورد ساختار خمیر و ترکیب آب و آرد صحبت بکنیم که یه خورده بحث رو تخصصی تر کنیم. بهتون بگم که کلن متوجه بشید که داستان از چه قراره و چه اتفاقی میفته که یه خمیر خوب میشه یا یه خمیر بد از آب در میاد و اون کیفیت مطلوب رو نداره. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. خب دوستان، خمیر کلن دو تا مواد اولیه اصلی داره که دیگه اینا همه میدونن، آب و آرد. وقتی ما آب رو به آرد اضافه میکنیم، که البته اینم الان بهتون بگم که طبق متد جدیدی که توی دنیا هستش دیگه آب رو به آرد اضافه نمیکنن، در واقع آرد رو به آب اضافه میکنن. حالا وقتی که آب به آرد اضافه میشه، این نشاسته هایی که داخل آرد هست شروع میکنه به متورم شدن و یواش یواش آب باعث میشه که ساختار گلوتن توی آرد شکل بگیره. گلوتن کارش چیه بچه ها؟ گلوتن کارش اینه، این خمیر رو دیدید که حالت کشسانی پیدا میکنه، شما خمیرتون رو میگیرید میکشید ولی پاره نمیشه. خمیری که زمانی که شما میکشید خمیر انگار خشکه یا خوب عمل نیومده، خوب ورز نیومده، خمیر سری پاره میشه، اون خمیر خمیریه که توش نتونستید گلوتن رو به شکل درست بسازید و قشنگ خمیر رو عملش بیارید. یه نکته دیگه هم ما داریم، نسبت آب به آرده. ببینید بچه ها دقت کنید، توی خمیرها همیشه نسبت آب کمتر از نسبت آرده، یعنی ما تو هیچ خمیری نداریم که آب از آرد بیشتر باشه. خب حالا تو یه سری از خمیرها هستش که شما نسبت به دمای پختی که دارید و مدت تایمی که قراره توی فر یا توی به قول معروف اون تنورتون خمیر بپزه، هرچی این زمان پخت طولانی تری داشته باشه، دمای پخت پایین تر باشه، ما باید آب و نسبتش رو ببریم بالاتر که مدت زمان بیشتری خمیر دووم بیاره. هرچی این زمان طبیعتاً برعکسش دیگه، کمتر باشه باید نسبت آبم کمتر بشه. کلن توی خمیر به نسبت آب با توجه به درصد آرد میگن هیدراتاسیون. هیدراتاسیون یه جوری بخوام بهتون بگم که راحت تر متوجه بشید، ببینید مثلا ما اگه 100 گرم آرد داشته باشیم بیایم داخل 60 گرم آب قاطی بکنیم، هیدراتاسیون خمیر ما میشه 60%. یعنی شما اگه توی یه دستور پختی دیدید که زده مثلا مثلا رسپی های خارجی، حالا بحث ایرانی ها رو نمی کنیم، رسپی های خارجی مثلا اومده زده آقا هیدراتاسیون 70%، یعنی به ازای 100 گرم آب شما 100 گرم آرد 70 گرم آب باید قاطی خمیرتون بکنید. که معمولا نونای تخمیری بچه ها مثلا معروف‌ترین نون تخمیری همین مثلا نون باگت، خب معمولا اینا هیدراتاسیونشون 65%. بریم بیایم که یه چند تا توضیح دیگه هم بهتون بدم که کلن ساختار خمیر دستتون بیاد. بچه ها بریم سراغ بحث اصلی خودمون، خمیر پیتزا. بچه ها خمیر پیتزا، انواع و اقسام ما خمیر پیتزا داریم. یکی از پیتزاهای معروف توی دنیا پیتزای ناپولیتاناست. ببین پیتزا ناپولی که معروف به پیتزا ناپولی حالا خیلی تو ایران میگن، درصد رطوبت خمیرش یا همون هیدراتاسیونش بین 55 تا 59 درصده معمولا. به خاطر چی این درصد رطوبت پایینه؟ به خاطر دمای پختشه، چون اصولش اینه که توی فرای هیزومی روی آجر یا روی سنگ پخته میشه و دمایی که فر داره دماییه که مثلا 480 درجه تا 500 درجه، نزدیک 500 درجه دمای فره و کلن این پیتزا توی 1.5 تا 2 دقیقه پخت میشه. و اصول پیتزایی که یعنی شما وقتی پیتزا ناپولی داری درست میکنی میخوای ببینی که آقا واقعا خروجی کارت شده اون چیزی که باید بشه یا نه، خمیرش یه خمیریه که در عین این که خیلی دورش پف میکنه و خیلی روش برشته میشه، مغز نرمی داره و به راحتی شما میتونی خمیر رو تاش کنی بدون اینکه خمیر بشکنه.
این میشه اون پیتزا ناپولی که معمولا توی رستوران ها درست میکنن و ما توی خونه معمولا فرهای ما نمیتونه این دما رو بده. اگرم درست کنیم، حالا من تو خونه هم بهتون یاد میدم چجوری درست بکنید، ولی طبیعتا خروجی رو نمیگیرید چون خمیر به اون دمایی که باید برسه نمیرسه. شما با فر خونت نمیتونی 480 درجه دما درست بکنی. واسه پیتزا ناپولیتانا به خاطر همین هیدراتاسیون رو پایین میگیریم چون زمان پختش هم پایینه. پس هیدراتاسیون نسبتش شد مستقیم با زمان پخت و دما. دما وقتی زمان پخت میره بالا، هیدراتاسیون هم میره بالا. زمان پخت میاد پایین، هیدراتاسیون هم میاد پایین. خب بریم سراغ پیتزای بعدی. پیتزایی که ما خیلی وقتا تو خونمون درست میکنیم نزدیک به سبک پیتزاییه که بهش میگن پیتزای التاکلیو. ببین این پیتزا پیتزاییه که زمان پخت طولانی داره. چرا؟ چون توی دمای معمولا بین 230 تا 260 درجه پخت میشه خمیرش، همون دماییه که فرای برقی خونه میتونه برای ما ایجادش بکنه. حالا این خمیر طبیعتاً طبق گفتهامون تا اینجا هیدراتاسیونش بالاست، یعنی شما 80 درصد هیدراتاسیون میدی به خمیرت، 100 گرم آرد 80 گرم آب. این باعث میشه که خمیرتون زمانی که زمان پختش بالاست خمیرتون خیلی خشک و مثل چوب نشه یا خیلی اینجوری شکننده نشه. میدونید این بحث خمیرای خونگیه. باز اگه سوالی داشتید بپرسید، من حتما در خدمتتون هستم. یه ویدیو هم میخوام درست بکنم در مورد کلن داستان مخمر توی خمیر که آشپزی رو بچه ها علمی برید جلو. دیگه آشپزی الان درست تجربه هم حرف اولو میزنه یا به قول معروف حرف واسه گفتن داره، ولی اگه علمی کارو بکنید دیگه یه نتیجه مطلوبی که براتون حاصل میشه همیشه میتونید اون نتیجه رو بگیرید. اینجوری نیست که یه بار درست کنید ببینید ای خوب شد، یه بار دیگه درست بکنید ای چرا بد شد، مثل دفعه پیش نشد. باید بدونید که چه اتفاقی داره میفته. در آخرم از دوست عزیزم میخوام تشکر بکنم، آقای شف برمکی، که خیلی به من کمک کردش توی جمع‌آوری این اطلاعات و ما خیلی استفاده کردیم ازشون. امیدواریم که آشپزای باسواد و حرفه‌ای بیشتر دیده بشن تا بتونیم اطلاعات درست‌تر رو انتقال بدیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما کانال رو دنبال بکنید، توی این کانال قراره کلی اتفاقای خوب بیفته. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.